ببینید به ذرشم الان کلاس سوم رو ادامه میدیم، صفحه 10 هستیم، پاراگراف دومش. آخرین چیزی که دیروز یاد گرفتیم این بود که رمخل توضیح میدن که یک انسان باید این رو بدونه که همه چیز که در دنیا فریده شده برای استفاده آدمیزاده. سو اگر از مادیت دنیا استفاده بکنه برای لذت شخصی خودش، نه برای خدمت به هشم، نه تنها که خودش به درجه پایین تری میفته، بلکه دنیا به درجه پایین تری میاد، دنیا رو میبره پایین تر از درجهی که آفریده شده. ولی اگر از مادیت دنیا استفاده بکنه برای عبادت خدا، اولا خودش به درجه بالاتری میرسه، ثانیا یعنی یک زخوتی هست برای چیزهایی که هشم آفریده از طریق انسان، برای انسان استفاده بشن که به درجه بالاتری برن. این رو از دو جا ثابت کرد، یکی در مورد نوری که در روز اول آفریده شده بود که این نور مقدار نور روحانی بود، یک پاسوک است که میگه اور لصدیک یس اور صدیک میسمخ، میگه زمانی که نور رو هشم کنار گذاشت برای آدمای صدیق، اون نور خیلی شاد شد. همینطور پیدا میکنیم که یعقوب اوینو زمانی که سنگ رو زیر یکی از سنگ‌ها رو زیر سرش گذاشت، تو بین این سنگ ها دعوای بود، یعنی فرشته که مسئول این سنگ ها هستن، و هشم همشون رو یکی کرد. چرا؟ چون اکم از این سنگ ها گره می کردن که این آدم صدیق یعقوب سرش روی من بذاره. تو تا اینجا ثابت کرد که اگر چیزی رو از این دنیا آدم صدیق استفاده بکنه به درجه بالاتر میرسه. کجا پیدا می کنیم که اگر خدا نکرده دنیا رو برای گناه استفاده بکنیم، دنیا به درجه پایین‌تر میاد؟ این هنوز ثابت نکرده، فقط قسمت مثبت رو ثابت کرد. سونو بزرشم از یک مدراش دیگه ثابت میکنه، میگه الان صفحه 10 هستیم، مینه وحین الها ایکار هزه، میگه در مورد این نکته مهم که هر چیزی رو که آدم میزار ازش استفاده میکنه یا میتونه ببره به درجه بالاتر یا پایین‌تر، هیرونو زیخرامی بخوا، میگه خخامی ما رو بیدار کردن، بمون تذکر دادن به مدراش کوهلت. میگه ما مدراش رو داریم روی تموم تنخ هست، سو مدراش ربا، یکی از مدراش هست به اسم مدراش ربا، سو این مدراش روی کوهلت اینطور می نویسه شام رو زلشونم، این کلمات مدراشه. سو در اونجا شلوم ملخ می نویسه رئه اتمس ها الوکیم، میگه اعمال خدا رو نگاه بکن، آفرینش خدا رو نگاه بکن، کی داره این حرف رو میزنه، کی داره به کین رو میگه. سو در مدراش توضیح میده که به شاش بارکادش باروخ و تا آدماریشون، میگه زمانی که خداوند آدماریشون را فرید، حضرت آدم را فرید، نتالو اینو گرفت، وخزی رو الکل ایلان گنیدن، اینو برد و همه درخت ها گنیدن رو بهش نشون داد. میگه در تورا میگه خداوند آدم رو در گنیدن آورد، لعافد و اول شام را که در گنیدن کار بکنه و ازش حفاظت بکنه، که البته معنی سادهش بود که کشاورزی بکنه اونجا و حفاظت بکنه که حیوانا حمله نکنن به این درخت ها، برای بار هر معنی عمیق‌تر دیگه داشته باشه. سو هشم آدم رو روی همه درخت های گنیدن میبره و آملو بهش گفت رئه مسعی، نگاه بکن به اعمال من، به آفرینش من. سو بر طبق این مدراش این گفته خداوند به آدمه که میگه رئه مسعی الوکیم، داره خدا به آدم میگه، میگه به آفرینش من نگاه بکن، کم ما نائم و مشوباخ این هن، چقدر زیبا و پرستایش هستن، و خون ما شباراتی بیشفیل خباراتی، میگه هر چی که در گن ادن آفریدم همش برای توه، یعنی برای حیوانات و خزنده ها برای نیست، برای توه. تن دعت خواه، میگه خواهش میکنم دقت بکن شلوت کلکل که خرابکاری نکنی و تخریبت اولامی و دنیای من رو خراب بکنی. سو اگر آدمیزاد میره گناه میکنه خودشو خراب کرده. چرا میگه اولامی؟ ساز زیاد میگیریم که آدمی زاد اگر چیزی رو برای گناه استفاده بکنه فقط خودش به درجه پایین‌تر نمیره، بلکه دنیا هم خرابتر میکنه. میگه تخریبت اولامی، میگه دنیا منو خراب نکن. اگه گناه بکنه برای خودشه دیگه. اون چیزی هم که برای گناه استفاده کرده اونم درجه پایین‌تری میره. ببین البته که میخوام به طور گفته کبالا بگیم، اگه من گناه بکنم الهیت رو از دنیا دارم میزنم کنار. درست؟ زمانی که خدا من از دنیا دور میشه، خب دنیا خراب شده دیگه، شما دارین نشامه دنیا رو ازش میگیره که خدا من نشامه دنیا هست. سو مسلما صدمه اصلی برای خود آدمه که گناه کرده، ولی فقط به خود آدم صدمه نمیزنه، به دنیا هم صدمه رو میزنه. سو الان که این همه رو با هم دیگه یاد گرفتیم، امیدشم که هر چند وقت یک باری رمخل
مختصر چیز که یاد داده دو مرتبه دوره میکنه، میکس سامری. سو تا اینجا که ما یاد گرفتیم که آدمیزاد برای چی آفریده شده، هدف چی بود، الان همش رو به طور مختصر دو مرتبه جمع آوری میکنه. میگه کلال و شلداوار، اگه بخوایم یه مختصر رو به طور کلی بگیم، ها آدم لو نیو را به عبور متصاب و بالام هزه. میگه خداوند آدم رو نیافرید برای زمان الان، اینجا فقط یک راه روه. برای چی آفریده؟ الا به عبور متصاب و به عالم هوا. هدف آفرینش برای زمان عالم هواست، بعد از اینکه ماشیخ میاد و مرده ها زنده میشن که الهیت آشکاره، منتظره که اون زمان رخ بده. هدف آفرینش برای عالم هوا بود، برای جماعت ایسان همشون زنده میشن، برای ملت های دیگه همه انسان های خوب زنده میشن، حتی گویم هم زنده میشن، فقط برای جماعت ایسان نیست. فقط اگه بخوام بدون از کجا ثابت میکنیم، یک میشنه هست یک گمارای سنهدرین که میگه اینها آدم هستن که عالم هوا دارن، بعد میگه اینها آدم هستن که عالم هوا ندارن. بیلعامو مینویسه، چه عجب، میگه بیلعام اگر همه ملت های دیگه عالم هوا ندارن، بعد میگه همه ملت های دیگه. از اینجا که در میشنه میگه فقط بیلعام ندارن، این آدم هایی که مثل بیلعام ظالم هستن، ولی انسان های خوب ملت های دیگه 100% زنده خواهند شد. هفت تا میتوان نگردانن 100% زنده میشن. ما هیچ وقت نمیگیم باید یهودی باشه که علام هوا داشته باشه، هر انسان خوبی علام هوا رو داره. Anyways، حالا پس چرا در این دنیا هستیم؟ الاشه متصاب به علام هزهو امتایی، میگن که در این دنیا هستیم یک وسیله است، لمتصاب به علام هوا شو تخلیتی، که از طریق وارد شدن در این دنیا به هدف که علام هوا است برسیم. میگه الکین تیم تا معمار خخامنی زخم یوراخا ربیم کولان به سیگنو نخواد. اگر نگاه بکنیم در گماره های مختلف، در مدراش های مختلف، واقعا میبینی که خخامیم این رو به ما یاد میدن که ما به طور چی میگن ترانزیتوری، به طور موقتی در این دنیا هستیم، اصل کار عالم هباه. کجا رو در گفته خخامیم پیدا میکنیم؟ میگه پیدا میکنیم که مدمیم عالم هزه لیمکم ازمن هخانا، که دنیای ما رو تشبیه میکنن به مکان آمادگی، توی مدرسه هستیم. و عالم هبا لماکم هم نوخا، میگن عالم هبا مکانی که استراحت میکنیم، و اخیلت هموخان کور، و میخوریم چیزی که آماده است. این همش البته مثاله، میگه در عالم هبا بعد از اینکه ماشیخ میاد در ابتدا همه چی مثل الان خواهد بود، یه بیت المقدسه، مردم قربانی رو میارن، ازدواجای خواهد بود، زاد و ولد میشه، ولی بعد از اینکه مرده ها زنده میشن، بعد از چندین سال به زمانی میرسیم که دیگه نه خوردن نه خوابیدن هیچی نیست، واقعا میشیم در جسم، ولی مثل فرشته ها که دیگه خوردن و خوابیدن رو نمیخوان، میشیم دقیقا مثل موشه ربینو برای 40 روز که روی کوه سینای بود که اصلا غذایی نخورد، میگن نشاماش تغذیهش میکرد، دیگه غذا نمیخوایم تغذیه بشیم. سو اینا، این که در گمارا یا در مدراش میگه این دنیا مکان آمادگیه، اون دنیا مکان استراحت و خوردن آماده، خوردنی که آماده هست، منظور واقعا خوردن نیست، فقط مثاله. حالا ببین چی میگه. و اون مشام رو اولیشو که با هم دیگه قبلا یاد گرفتیم، ها اولام حزه دوم لپروز دور، میگه این دنیا مثل راهروه، آدمیزاد توی راهرو میری که وارد قصر بشه. سو میگه این دنیا مثل راهرو هست، یعنی فقط مکان آمادگیه که به جای دیگه برسیم. آدم نمیره توی راه رو که در راه رو مستقل بشه، که مشکاتف دل میلا همچه که قبلا یاد گرفتیم. الان صفحه 11 هستیم. یا گماره اروین آوردن هیوم لعصوتام، میگه در این زمان در این دنیا باید میتوها رو انجام بدیم، اوما خار در آینده لکبل سخارم پاداش رو دریافت میکنیم. سو این دنیا مکان آمادگیه، انجام میدیم پاداشش بعدن میاد. یه چیز دیگه هم در گماره میگه، در گماره عبودازارا میشه تارخ به عرف شبات، کسی که آدینه شبات کار میکنه زحمت میکشه، یو خل به شبات، شبات هم غذا داره که بخوره. ببینین اگر معنی سادش این بود که برو روز جمعه غذا بپز که شبات غذا بخوری، ما خخامی هم احتیاج داریم این رو به ما بگن. همه میدونه که شبات پختن آسور، اگه غذا میخوای باید جمعه غذا تو بپزی. سو منظورشون چی هست؟ سو جس رمخن میگه عرف شبات منظور دنیای ماه، شبات منظور عالم هواست. اگر میخوایم در عالم هوا با الهیت رابطه داشته باشیم، باید زحمتمون رو الان بکشیم، که بهش میگن عرف شبات. سو عرف شبات منظورش این دنیاست، شبات منظورش عالم هواست. جای دیگه در مدراش میگه ها عالم هزه دوم لیباشا،
میگه دنیای ما مثل خشکیه و اولم هبا لیم و اولم هبا مثل دریا. شما توی دریا نمیتونی غذای کشاورزی پیدا بکنی. کسی که توی کروز میره غذا رو از خشکی میاره توی کروز، نمیده که توی دریا غذا درست بکنی. there's not nothing مگه که برن ماهیگیری بکنن. I don't know. ولی به طور کلی میگم غذای اونجا نیست. سو کس که میخواد توی دریا بره از خشکی به خودش غذا رو میبره. سو اونجا دریا اشاره میکنه به عالم هوا. سو اگه میخوام در عالم هوا پاداش رو داشته باشیم که به غذا خوردن تشبیه شده، باید از خشکی از این دنیا به خودمون میتوار ببریم. سو این به طور کلی توضیحش بود که هدف عالم هوا هست، ولی بعد الان زحمت رو بکشیم که زخو داشته باشیم در عالم هوا قسمت مناسبی رو دریافت کنیم. امیدشم پاراگراف دوم میگه و تیر به امت. این نکته که اینجا الان توضیح میده نکته خیلی مهمی هست. یکی از گفته هستش که بچه ها توی های سکول، توی پابلیک سکول میگن یولو. یولو یعنی you only live once، فقط یه بار زنده هستی، پس تا میتونی از زندگی لذت ببر. یولو، you only live once. ثبت این حرف اشتباه، یعنی تا میتونی از این دنیا لذت ببر. دو دفعه که خدا تو رو نمیآفرینه. سو اینجا توضیح میده که هر آدم عاقلی میتونه درک بکنه که هدف آفرینش این دنیای مادی نیست که برای 70 سال لذت ببریم. الان اینو ثابت میکنه دو جور. میگه به تیر به امت شکور لو یو خر شوم بلسخل. میگه هر آدمی که عاقله بلسخل هست نمیتونه لهامین، نمیتونه باور بکنه، نمیتونه قبول بکنه شتخلید بریت آدم هول متصاب و بالام هزه، که هدف آفرینش این دنیا هست. البته به شرطی که خدا رو قبول داشته باشه. کسی که خصمشان خدا رو قبول نداره دنیا جنگله. چنین چیزی رو میگه کسی که خدا رو قبول داره، موقع میتونه درک بکنه که غیر ممکنه بگیم خداوند دنیا رو آفرید برای زمان الان. چرا؟ کی مهم خی آدم بالام هزه. میگه واقعا زندگی آدم در این دنیا چی هست که بگیم هدف این دنیاه؟ چرا زندگی خوبی نیست؟ میگه امیهو سامخ و شالو مماش بولام هزه. کی واقعا شاده و آرامش کامل داره در این دنیا؟ واقعا هیچ کس نداره. هممون تعدلمون یه ناراحتی داریم، یه مشنتونه با هم شیبیم شانا. میگه اولا که آدمیزاد 70 سال بیشتر زنده نیست. حالا بارو خشم این دور زمانه عمرها بیشتر. میگه ببین بیگو رو چمونیم شانا، اگه خیلی قوی باشه 80 سال. آنو که تا 20 سال قبل اوریج ایج 82 سال بود، الان شاید زر بیشتر شده. آنو دیگه این خدا شکر با لطف خداوند که پزشکی هست ما که دیگه 85 این دیگه آدم های زر سالمتر خودشون نگه میدارن. بله حالا میگه نیست، متاسفانه میگه هیچ همه ندارن. اولا که 70 سال عمر بود، حالا بگیم قوی هم هستیم 80 سال. میگه به رابام آمال وابه و خیلیش هم گناه و مشقت و مشکله. چطوری اینقدر مشکل داریم؟ به کم و مینت سر خیلی وقتا رنج میکشیم، خالاییم خیلی وقتا مریض میشیم، مخوفیم، دردای مختلف است، تراد و چیزایی که آدم رو منحرف میکنه. میبینین مغزش رو مقدار پر از مشکلات میکنه. و آخر کوزود بعد از 70 سال که گفتیم نصفش هم یه مقدار زیادیش بدبختی و مریضی و دنبال پرناسه هستن، آخرش هم آدم میمیره هماوت. میگه چه ارزشی داشت؟ حالا اگه بگیم 2-3 هزار سال زندگی میکرد لذت میبرد شاید، ولی میگه فقط 70-80 سال زنده است و خیلی هم مریضی و مشکل داره. بعد از اون هم یه دفعه میبینین فوت میکنه. اخاد مین الف. میگه شما یک آدم رو در هزار نفر پیدا نمیکنه. لیمات شیر به هاولام لو هنات و شل و امیتید، که این دونه براش واقعا لذت و آرامش کامل رو بیاره. حالا بگو بگم او ایدو یگی علمه شانا. حالا فرسون کسی خوشبخته تا 100 سال زندگی میکنه. میگه کور آور او باطل مینه. حالا میگه اگر به 100 سالگی رسید دیگه اصلا نمیدونه در دنیا چه خبره. دیگه آلزایمر میگیره و نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره. واقعا دیگه کس که بالاتر از 90 سال میره اصلا کوالیتی زندگیش که خیلی خیلی کمتره. چون میگه هر آدم عاقلی نمیتونه بگه خداوند دنیا رو آفرید برای الان، که چی 70 سال 80 سال فوقش 100 سال زنده باشه، نصفش هم که با بدبختی و مریضی و مشکل و ببینید استرا با اینا هست، بعدش هم بمیره. It doesn't make sense. اگر بگیم هدف عالم هبا هست که ابدیه، آدمیزاد تا ابد با خدا رابطه داره، ولی باید شایسته عالم هبا باشیم. اونجا مثل مدرسه است که خدا ما رو امتحان میکنه آیا واقعا میسوار انجام میدیم یا نه. میگه که بتون
70 سال من زندگی میدم با چالنجز 80 سال، ولی بعد از اون که چالنج 70 80 سالگی رو دارین بتون برای تا ابد زندگی خیلی روحانی و خوبی رو میدم. موقع میک سنس. دیگه مثل کسی که میخواد دکتر بشه میره 30 سال توی کالج درس میخونه، بعد برای 40 سال آینده که طبابت میکنه. اوره بریز. اینجا هم خداوند چون می مهربونه میخواد به ما واقعا زندگی جاودانی بده، میگه که 70 سال بتون چالنج میدم، بعد از اون زندگی ابد دارین. دنی میک سنس که شما رو در این دنیا بود برای 70 سال. سو این دلیل اول که ثابت میکنه نمیتونه بگیم هدف آفرینش این دنیا هست. ولود میگه دلیل دوم رو میاره، الاشه این تخلید بریت آدم ها یا لتصرخ حالم هزه، اگر خداوند ما رو برای این دنیا آفرید لا یا تاریخ میپنزه شت نوپخ بون نشاما کل که خشوبا، دیگه چرا نشاما رو در داخل ما دمید؟ ببینید منظور ما نشامای آدم با نشامای حیوان و اینا فرق میکنه. یکی بود که سگش فوت کرده بود، میخواست بیاد برای سگش قدیش بگه، نه واقعا خیلی بهش اتچ بود. چرا doesn't make sense؟ ببینید آدمیزاد نشامش قسمتی از خداونده، همونطور که خدا هیچ وقت از بین نمیره نشامه هم از بین نمیره، حتی اگر نشامه گناهکار باشه بالاخره باید تصفیه بشه که به عالم حبا برسه. اوکی؟ ولی حیوانات اون نشامهشون یا نفششون فقط درجه پایینه که به جسم اون حیوان زندگی بده، وقتی حیوان مرد اون نفش هم دیگه از بین رفته، دیگه وجود نداره، چون تنها هدف نفش حیوان فقط زنده کردن جسم حیوانه دیگه، وقتی جسمش نیست، وقتی مرد. اگه گیرگو باشه نشامه الهیه که داره تنبیه میشه، اون نشامه سگه نیست. خب آره نو، یا میره توی حیوان دیگه یا تصفیه میشه برمیگرده سر جاش، ولی اون نفشی نیست که به اون سگ زندگی میده، به اون گوسفند زندگی میده، اون داره ما به اون کار نداریم. سو میگه اگر هدف این دنیا بود برای آدمیزاد، رایت، سو موقع برای چی خدا در داخلش نشامای مهمی رو بذاره؟ و الیونش یک گدولایوت مینا ملاخی متسما، میگه نشامای یک انسان حتی از فرشتان درجهش بالاتره. اوکی کوچکین شئین و مطیع شوم نخطرق به خود اینو گذارلا. سو مسلما اون نشامایی که از فرشته بالاتره نمیتونیم بگیم که براش لذت دنیا لذت بخشه، به خاطر خدا در این دنیا بردتش، گوجه میخوره، استیک میخوره، کیک میخوره، بهش لذت میبره، ناتینگ، اصلا براش لذت بخش نیست. سو کس که ایمان داره به هاشم که دنیا رو آفریده دیگه نمیتونه بگه هدف این دنیا هست، چون اگر هدفش این دنیا بود چرا نشامه رو بفرسته در جسم که اکثر می‌دونیم عمرمون در خوردن و خوابیدن و اینا هست که اصلا نشامه لذتی نمیبره، رنج براش. منظورم خوردنه هست نه انجام دادن میتوه یا زندگی مادی. میگه و اومش لیمدون و زیخان میبراخه به مداش کوهلت زولشونم، اینو ثابت میکنه نکته دوم رو. میگه نکته اول که گفت هدف این دنیا نیست چون همش مریضی و مشکلات، بعدش هم آدم میمیره، یک نکته عقلانی بود. اینجا یک چیز مذهبی رو میگه، میگه غیر ممکن که خداوند نشامه رو در این دنیا بفرسته برای لذت‌های مادی این دنیا، برای زندگی 70 سال این دنیا. اینو از مدراش ثابت میکنه. میگه وگم هن نفش لو تیماله، میگه زمانی که نشامه در این دنیا میاد هیچ وقت از این دنیا ساتیسفای نمیشه، این دنیا سیرش نمیکنه. منظورش چیه؟ این پاسوک است در کوهلت. میگه ماشاءالله ما داور دومه، میگه لایرونی شناس و بدملخ، مثل یک آدمیه که دهاتی هست، he's a villager، میره با شاهزاده دختر پادشاه ازدواج میکنه. حالا شما فرض بکنین که دختر پادشاه توی قصر چه رتبه هایی رو داشت، چه لذت هایی رو داشت، حالا ایشون که یا چوپان هستن یا دهاتی هستن میاد دختر پادشاه رو میگیره. میگه این یا ویلا کلمشه به علام، هر چیزی که این دهاتی یا دهقان میخواد بیاره، هر چیزی که در دنیا هست برای دختر پادشاه بیاره، اینا خشوبالا کلوم، هیچ ارزشی برای این دختر نداره، شویی بدملخ چون دختر پادشاه است. سو میگه کخ نفش، میگه همینطور نفش هم نشامه یک فرد دختر خداونده، فرزند خداست. ایلوه تالا کل مدن آلم، برو براش هر چی لذت مادی بیار، اینا کلوم لا، میگه ارزشی براش نداره. لا ما چرا؟ شی مینا الیونیم، چون نشامه از دنیای روحانی میاد. چه چیزی ساتیسفایش میکنه، سیرش میکنه؟ لذت های روحانی. به ایمان ها در زندگی میدید، شما فرض کنید نفر که خیلی ثروتمنده دیگه، برد شده، خسته شده، میره یه ماشین میخره لامبورگینی،
باش یکی دو ماه میدونی حال میکنه، خیلی خوش میگذره بهش، بعد تو مرتبه خسته میشه. ولی نگاه بکن، اگر به یک آدم فقیر یک بار در عمرش کمک کرد، تا آخر عمرش میدونی میگه واو چه میتوایی کردم، واقعا لذتش ابدیه. حتی در این دنیا میبینیم که وقتی که به کارهای نیک میرسه، حتی آدم مادی که در جسم هست obviously خیلی ساتیسفکشن بیشتری داره. تازه ما در جسم هستیم، وقتی راجع به خود نشامه صحبت میکنیم که یک موجود، یک وجود روحانی هست، مسلما همه لذت های مادی براش ارزش نداره. پس نمیتونه بگیم خداوند هدف آفرینش برای الان بود که در دنیای مادی زندگی بکنیم، چون به خاطر اون نشامه رو در این دنیا نمیفرستاد که لذتی اصلا براش نداره. میگه به خیانم ربتون زی خودم، همینطور خخامی ما یاد دادن الان خط آخر هستیم در صفحه 11 که میگه الکر خاخ اتا نوتار، میگه بر ضد خواست خودت خداوند تو رو آفریده. یعنی چی؟ یعنی نشامه نمیخواد در این دنیا بیاد. الکر خاخ اتا نولاد، بر ضد خواست تو متولد شدی. این به ما چی یاد میده؟ یعنی واقعا نشامه براش راحت تر بود که در این دنیا نمیومد، بر ضد خواستش خدا نشامه رو در این دنیا میاره. نشامه نمیخواد بیاد تو این چالش اونین، به خصوص که امکان داره گناهکارم بشه. سو میگه چرا واقعا بر ضد خواستمون به دنیا آمدیم؟ که این ها نشامه اوهوت ها علام هزه کلال، میگه نشامه ما اصلا این دنیا رو دوست نداره. الا ادره با مؤست بو، میگه متنفر از این دنیا. میگه کلمه خیلی سختیه، به انگلیسی مؤست میشه دیسکاستد، تنفر داره، اصلا نفرت انگیزه برش. منظور این دنیای مادی ها نمیسوا که در داخلش هست. امکن ود دلو ها یا بره هبورید بارخ بریا لتخلی چون نگت خوکا. مسلم خدا نمیاد نشامه رو بیاره در این دنیا که بر ضد قوانین نشامه هست و نیم اصلی منو بازش تنفر داره. ولی اگر بگیم که هدف اینه که نشامه به درجه بالاتری برسه، زندگی جاودانی در ابد در بعد از عالم هوا داشته باشه، موقع میک سنس. الا بریاتو شل آدم لمتاب با عالم هواهی. اگه بگیم هدف آفرینش برای عالم هوا هست که زندگی جاودانی برای نشامه با خداوند، ولکه نیت نبو نشامه زود، بنابراین نشامه در داخل جسم میاد. کیلا راوی لعبود، میگه به خاطر این که مناسبه که با اون نشامه خدا رو عبادت بکنه، او با و از طریق این نشامه یو خلادم لکبل هسخر بمکم اوزمنو، پاداش ابدی رو در آینده دریافت میکنه. شلوی داوار نیماس المیشناتو با اولا که اولام هزه الاد ربا نه و منخور منو به زپا شد. میگه بعد از اون دیگه تنفر از این دنیا نخواهد داشت. البته از مادیت تنفر رو داره، ولی بعد از اون حاضره، قبول میکنه که در این دنیا بیاد، چون از طریق انجام دادن میتوه به زندگی جاودانی میرسه بعد از عالم هوا. چون که از دو طریق اینو میدونین ثابت کرد که هدف نمیتونه دنیای مادی ما باشه. نمیتونیم بگیم خداوند دنیا را آفرید برای الان که آدمیزاد 70 80 100 سال در دنیا بیاد، نصفش هم با مشکلات باشه، و مسلما هیچ وقت نشامه که قسمتی از خودش هست در دنیای مادی نمیفرستاد که ازش تنفر داره اگر هدف این دنیا بود. ولی اگه بگیم هدف عالم هوا هست، این دوتا میک سنس. 70 سال اینجا هستیم، سعی کوشش میکنیم با اینکه مشکلاتی داره، ولی عاقبتش خیلی بهتر زندگی جاودانی است. و نشامه هم دقت بکنیم وقتی در داخل جسم میاد، هم خودش به درجه بالاتر میرسه، تو جسم رو میرسونه به یک زندگی ابدی. بعد از اون برنامه بله امکان داره برنگرده از اینجا نفرت داشته باشه. شما نفهمیدم برای چی برنگرده؟ اگر یه کسی بیاد تو این دنیا نشامه شد به اصطلاح بهش کلیم بده، چیز بکنه، ببره بالا، دیگه بر نمی گرده اینجا. well, اگر عیب نداشته باشه، اگر همون دیگه possible، مگر اینکه خداوند هدف دیگه بهش بده. مثلا برای صدیقین پیدا میکنیم که خودشون هیچ دلیلی نداشتن برگردن، ولی به خاطر اینکه نسلی رو نجات بدن، به خاطر نسل خداوند صدیقه رو دو مرتبه میفرسته. اون نشامه های صدیقه دیگه. ولی دیگه نشامه های صدیقیه، برای بریز دیگه، چانسش خیلی کمه که بد جور بشه. It's a lot less. Anyways امون داشتم بقیهش هم که میشه پس فردا. امون داشتم یاد میگیریم که الان چقدر انجام دادن میتوه با دقت مهمه، چون از طریق میتوه میرسیم بولام هبا. این نفر نمیتونه بگه اوکی یارا It's okay. قلبت خوبه،
قلبت خوب باشه کافیه دیگه، بقیهش مهم نیست. میگن it's not true، چون از طریق میتوه از اشکال دنوزه برهبا میرسه.